با دکتر هوبان داشتیم صحبت میکردیم در مورد بایولوژیکال کلاک، ریتم طبیعی بدن، و صحبت کردیم راجع به ساعت 6 تا 10 صبح که سروتونین دایجستشن بین 10 تا 2 بعد از ظهر ابزوربشن یا جذب جذبه که اون موقع بهترین زمان برای چیه؟ مطالعه ورزش. نه ورزش، ورزش صبح بود، ورزش صبح این موقع وقتی که مطالعه کنیم چیزای خوب یاد بگیریم و غیره، و یا استراحت کنیم یه موقع که غذامون داره جذب میشه. 6 تا 10 آروم شدن، کم کم آروم میشیم و به پیشواز خواب میریم و ایدئال اینه که ساعت 10 دیگه بریم بخوابیم. حالا در حال ادوایس اینه دیگه، حالا سعی میکنیم که انجام بدیم. حالا رسیدیم به ساعت 10 تا 2 زمانی هستش که کلینزینگ و یا پاکسازی انجام میشه. بله. و بیشترین کار کبد در اون موقع انجام میشه. کبد بالای 500 تا کار انجام میده. خب؟ ولی بین 10 تا 2 صبح، 10 شب تا 2 صبح خیلی کارهای پاکسازی انجام میشه. بله. خب حالا اگر ما اون زمان فکر خیلی خوب میدونم مهمونیایی که ما میریم، بله من که نمیرم، ولی خب مهمونیایی که اکثرا میرن ساعت‌های 12 یا 11 شب تازه یک شام مفصل اتفاقا خیلی از مهمونی‌ها دوست دارن. شما زیاد میرین. خب پس اون زمانی که کبد شما میخواد شروع کنه پاکسازی و ما تازه بعد خوابیده باشیم، شما دارین بالا میرقصین و غذاهای چلو کباب و قرمه سبزی اینا میخورین. خب این یه مقداری روی پاکسازی بدن یه مقداری میتونه تاثیر منفی بذاره، برای اینکه بعد به بدن اجازه بدیم که اون ریتمش رو انجام بده. و زمانی هستش که ما باید، حال اگه خوابمون هم نمیبره، استراحت کنیم، نه اینکه مثلا بریم مثلا ورزش کنیم. بله. یا اینکه به هر حال کوپیمایی بکنیم. حالا فکر کنین اگه ورزش انجام بدیم، مثلا من دخترمو میخوابونم بعد موقع ساعت 9 تا 10 میرم ورزش، میرم جیم. من کسایی میشناسم که ساعت 12 1 صبح میرن ورزش. بله. خب به نظر من اصلا درست نیست. نه، وقتو بعد یه جوری شما وقت بدین، خیلی بد نیست، ولی خب من دارم ایدئالو میگم بهتون. بله. و میرسیم به 2 تا 6 میشه اینو وقت داریم یه ذره راجع به وقتمون فکر کنم دارن اشاره میکنن که وقت 3 دقیقه مون داره باز تموم میشه. حالا بعد پس میریم به 2 تا 6 که آخریه. آخریه جلسه بعدی. بله. کاور میکنیم. خیلی هم چیز جالبیه. بله.